میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. خود اسرائیلی‌ها میگن این تازه شروع جنگه، ولی واقعا هم تازه شروع جنگه و به نظر میاد که خیلی مسیر دشواری پیش رو هست. البته امشب یه خود جنگ گسترش پیدا کرد. بر اساس خبری در بلومبرگ، برای اولین بار شبه نظامیان حوثی به اهداف عربستانی‌ها درگیر شدن. فراموش نکنید که چند روز پیش یک موشکی که حوثی‌ها به اسرائیل پرتاب کردن بر اساس گزارش‌ها از عربستان سعودی منهدم شده. و این یک یادتونه که قبلا هم میگفتم که دوم جمهوری اسلامی دست پاچه شده به خاطر همین حمله میکنه به پایگاه های آمریکایی ها. این دیگه واقعا نشون داره که جمهوری اسلامی نگران هستش که دیگه الان هم افتاده با، یعنی با عربستان خوب بود برقراری روابط بشه. به نظر من حوثی‌ها نمیای همچین کاری بکنن بدون اجازه ایران، وقتی که اونها اکثر اسلحه های مهمشون از ایران میگیرن. پس واقعا داره نشون میده که این داره گسترش پیدا می‌کنه، جنگ داره گسترش پیدا می‌کنه در منطقه. ولی محاسبه شده نیست به نظرتون تمام این حملات؟ چون ببینید فعلا که در حملاتی که بیرون از اسرائیل میشه، به خصوص مثلا مال امین حوثی ها، بله، کسی آسیب جدی نمیبینه. ولی چرا جمهوری اسلامی داره روابطش رو دیگه با عربستانی ها، با روابطش رو با اسرائیل که میدونیم، الان با آمریکا هم داره حمله میکنن، بعد که عربستان هم وارد اختشاشات شدن. به نظر من نه، واقعا نمیدونم اینا دارن چه فکر میکنن در تهران. ولی خب این موشکای حوثی ها هدفش که عربستان نبوده، از آسمان عربستان رد شده یا دست کم از دریای سرخ رد شده، ولی هدفش اسرائیل بوده. درسته، ولی ببینید چند یادم حدود یک سال پیش اگر اشتباه نکنم یک شبکه ضد موشکی در طراحیش در مورد چند صحبت میکردن که اسرائیل تو منطقه اینا. خب اگه حوثی ها، اگر عربستان سعودی اومده یک موشکی که میخواسته به اسرائیل بیاد و بزنه منهدم کنه، به نفع کیه؟ اسرائیل. خب معلومه هستش که جمهوری اسلامی ایران از این آره، ولی منظورم اینه که سعودی‌ها الزاماً اون رو تهدیدی مستقیم متوجه خودشون نمی‌بینن. نه، ولی وقتی که در مورد تهدیدات الان خب نشون، اونا هم فکر با اسرائیل هستن که نمی‌خوان حوثی‌ها حمله بکنن به اسرائیل، و این نشون میده که چقدر هم فکر هستن با اسرائیلی‌ها. و واقعاً به نظر من در تهران دستپاچه افتاد، واقعا نگران هستن که شاید یکی بهشون حمله بکنه و شدیداً دارن سعی میکنن که اون بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران رو منعکس بکنن با حملات به آمریکایی‌ها، با حملات به عربستانی‌ها. ولی بازی با دوم شیره نه؟ ببینید این حمله اولی که کردن یه اشتباه بود، دوما بعد از این که وقتی که میشنوید که هزار نفر بیگناه در یک کشور دیگه در کشور دشمن شما کشته شدن، بعد بیایید تمجید بکنید از اون. حالا مثلا اصولگرایان بذارید کنار، آقای خاتمی اومده تمجید کرده از حمله حماس. آقای خاتمی که ما توقع بیشتر داشتیم با وجود اینکه حالا هرچی، خب این نشون میده که واقعا الان جمهوری اسلامی اصلا واکنشش بعد از این تحولات هم بر اساس محاسبات نبود، خیلی واکنش احساساتی بوده و اینا فکر نمی کردن. من سوال می کنم که بعد از اینکه قتل عام شده در یک کشور دیگه بیان می کرد چه کار خوبی باشالله که این یه روزی عواقب نخواهد داشت. من واقعا نمی محاسباتشون بر اساس چیه، ولی نگران هستن در تهران چون این میتونه گریبانگیر بشه برای جمهوری اسلامی ایران و همپیمانانش، و الان گزینه‌های خوب زیادی براشون نمونده. یعنی واقعا امیدشون این هستش که این مسئله تموم بشه به زودی، که فکر نکنم. حدسم میزنم درسته که این گروه‌ها خب خیلی حرف شنوی دارن از تهران، حمایت‌های مالی و نظامی میشن، ولی مثل اینم نیستش که سپاه پاسداران باشه که یک ترتیبات اداری و نظامی وجود داشته باشه، فرمانده کل قوا بگه چه بکنید و چه نکنید. یه جا ممکنه اشتباه محاسباتی بشه، حزب الله، حماس، هشت شعبی، همین حوثی‌ها یه اقدامی بکنن که کل معادله رو به هم بزنن. اینم وجود داره، احتمالش میبری. فکر ببینید وقتی که شما از اسلحه، مثل اینکه اسرائیل از اسلحه‌های آمریکایی پیشرفت زندگی می‌کنه، ما نمیتونیم هر کاری دلمون بخواد بکنیم چون اسلحه‌مون از یه جای دیگه میاد. همین هم که میگن که مثلا آقای محسن رضایی گفته که اصلا حماس با ما توافق نکرد وقت زمان حمله رو. ببخشید، پس اگه حماس آتش به اختیار بود میومد وسط مذاکرات برای 6 میلیارد دلار پول ایران به اسرائیل حمله میکرد، جمهوری اسلامی ایران اجازه میداد همچین چیزی اتفاق بیفته؟ 100 سال
غیر ممکن هستش که اونا آتش به اختیار بشه هر وقت دلشون بخواد به اسرائیل حمله بکنن. چنین حمله‌ای که عواقب داره برای جمهوری اسلامی ایران به نظر من در تصمیمات مهم که میتونه عواقب داشته باشه برای منافع جمهوری اسلامی ایران در منطقه، تمام گروه‌های نیابتی با تهران تنظیم می‌کنه. خب اگر اینقدر به نظرتون هماهنگی وجود داره، آیا ایالات متحده و اسرائیل تهران رو رها خواهند کرد؟ خب برای همین آمریکا نیروهاش فرستاده الان اینجا. ببینید حداقل بازدارندگی و بعد ببینیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. ممنونم از شما منشی امیر، ببخشید میر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاور، خوشتیپ‌تر و جوان‌تر البته نه داناتر. ممنونم از شما اینجا در اورشلیم با ما. تشکر.